یک مسئله درد تازه ما دور ببینید. بله یه چیز گذاشتیم، شما میگین نسل جدید و یه کاری کنه که بله ما حالا البته برای اونا کتابای مخصوص، دوره‌های مخصوص اینا رو داریم که ماجرا به اصطلاح به یه گونه دیگه در ابتدا باید تعریف بشه. مثلا فرض کنیم که کسایی که در نظام قدیم درس خوندن و کسایی که در نظام جدید اومدن، مثلا با ریاضی جدید یه مفاهیمی رو آورد که با نظام قدیم فرق میکرد. الان ما ذهنیتمون و فکرمون در آموزش همچین چیزی است. ما الان میگیم درون بیرون، درست شد یا نه؟ خدا درونه یا خدا بیرونه؟ کدوم یکیش؟ تو دوره هفت ما متوجه میشیم که اگر بگیم خدای درون کفره، اگر بگیم خدای بیرون کفره. چون حالا خدا رو الان تو این دوره سری تعریف کردیم، همینقدر هر دوره یه شوکی داریم. خب تازه در دوره هفت متوجه میشیم که اصلا خدا رو نمیشناختیم. من یه تیکه کوچکش رو خدمتون عرض کردم و تو دوره هفت متوجه میشیم که اصلا درون یعنی چی؟ بیرون یعنی چی؟ اینا معنی نداره و در اینا مفاهیم جدیده، مفاهیمی است که ما رو شدیداً نسبت به اونها چیکار کردن؟ ما تا نگیم درون نگیم بیرون هیچی نمیفهمیم. اما نسل جدید باید بدونه که درون و بیرون صرفاً تو تعریف یک محدوده است. اگه قرار به تعریف محدوده نباشه، نه درون داریم نه بیرون داریم. و خصوصاً تعریفی که از خدا ارائه میشه، ارائه شده، تعریف بسیار ناقصی است. مثلا میگیم خدای آسمان ها، ای پدر آسمانی، ای پدر ما که در آسمانی. خب پس اینجا خداش کجاست؟ پس خیلی ماجراها، یعنی عمق فاجعه از اینها بیشتره. و چون اون چیزی رو که ما صداش میکنیم اصلا همچون چیزی نیست، ساخته ذهن ماست، جواب هم نمیگیریم. همین میشینیم میگیم پدر آسمانی، پس جواب پدر آسمانی وجود نداره.